سلام دوستان، در جلسه قبل ما با روابط وابستگی بین فعالیت ها آشنا شدیم و گفتیم که برای تجزیه تحلیل پروژمون ما از نمایش گانچارت یا شبکه ها استفاده می کنیم تا بتونیم اونا رو ترسیم کنیم و بتونیم تجزیه تحلیلشون کنیم و گفتیم که این تجزیه تحلیل نموداری بیشتر به کمک انسان انجام میشه و خب کامپیوتر زیاد نیازی نداره که اول ترسیم کنه و بعد بکشه. کامپیوتر فقط کافیه بگیم بهش که کدوم یکی از این فعالیت ها به هم وابسته هستن، اما اگر ما بخوایم به صورت انسانی و دستی این کار رو انجام بدیم، نیاز هستش که شبکه بین فعالیت ها رو ترسیم کنیم و نشون بدیم که کدوم فعالیت چه وابستگی با فعالیت های دیگه ای داره. خب میدونیم که ابتدا ما ساختار شکست رو تهیه میکنیم و تو ساختار شکست فعالیت ها تعریف میشن، اما روابط وابستگی نشون داده نمیشن. اگه خاطرتون باشه ما یه مثالی رو آورده بودیم واسه پیدا کردن یه شغل جدید و گفتیم اینو به صورت یه پروژه تعریف کنیم و ساختار شکست اون رو بکشیم که به این ساختار شکست رسیدیم، که حالا من اومدم اینو به عنوان یه مثال قرار دادم تا شبکه اون رو ترسیم کنم. البته در وقتی که ساختار شکست رو ترسیم کردیم مایلستون ها رو نیاورده بودیم و گفتیم که حالا بعدا اگه نیاز بود میاریم. خب الان نیازش احساس شد چون میخواستیم روابط وابستگی رو ترسیم کنیم و خب جزتر بشیم روی این مثال، و من اومدم یه باکس که اول رفتم به مصاحبه بود رو خورد کردم و گفتم تعریف کردم، یه سامر تسک تعریف کردم واسه به من پیدا شدن شغل و دو تا مایلستون تو اون قرار دادم و یه دونم فعالیت رفتن به مصاحبه رو که تو زمان ساختار شکست اون رو تعریف نکرده بودیم. الان که جزء در نگاه کردیم نیاز اون دیده شد، همون آپدیتی که لازم بود و در مورد کنترل بهتون گفته بودم تو این لحظه نیازش پیدا شد و ما به ساختار شکست اون رو اضافه کردیم و حالا میخواییم روابط وابستگی بین فعالیت ها رو نشون بدیم، تهیه کنیم و شبکه اون رو بکشیم. خب گفتیم که فعالیت ها آخرین جزء WBS ما هستن، یعنی این یعنی یک فعالیت نیست، یک سامری تسک هستش، اما این سه تا فعالیت هستن، اینها فعالیت هستن به غیر از این دوتا که به شکل دیگه نشون دادیم و گفتیم که اینا مایلستون ها هستن و روند پیشرفت پروژه به اینا وابسته هستش. ما به جایی میرسیم در پروژه که یک مایلستون قرار میدیم و میگیم در صورتی که این انجام شد خب و تایید رو گرفتیم بقیه پروژه میتونه پیشرفت بکنه. اینها زمان خاصی واسهشون در نظر گرفته نمیشه و صفر قرار میدیم، حالا تو موقع زمان بندی بیشتر بهشون اشاره میشه، اما روند ادامه پروژه به اینا بستگی داره. خب اینا هم فعالیت های پروژه هستن که اینجا میبینیم و همینطورین چون زیر مجموعی نداره و این هم یک با اینکه سطح بالاتر هستش اما فعالیت پروژه هست. خب ما چجوری میتونیم روابط بین وابستگی ها رو تعیین کنیم؟ اگر تو یک زمینه شغلی تخصص دارین به غیر از حالا مدیریت پروژه که خودش یک تخصصه، به طور مثال تو عمران اگر خودتون متخصص عمران هستین و علم کافی دارین میتونین روابط وابستگی رو تعریف کنین. البته باز هم بهتره که به ازای هر جزء، خب ما توی عمران باز تخصص‌های ریستری داریم دیگه، مثلا شما دارین 100 می‌سازین، نمیتونین بگین که 0 تا 100 100 سازی و من بلدم و میدونم. خب شما این که میخواین روابط وابستگی رو تعریف کنین، اگر این تخصص رو دارید تا حدی میتونین خودتون روابط رو تعریف کنین، اما نیاز هستش که بشه متخصصان دیگه‌ای برید و روابط رو ازشون بپرسید، جلسات مختلفی بذارید و بپرسید که آقا این فعالیت رو ما میخواییم شروع کنیم یا این پروژه رو میخواییم شروع کنیم، اولین فعالیتی که باید انجام بدیم کدوم هستش، بعد چه کاری رو باید انجام بدیم، آیا این دوتا رو همزمان میتونیم انجام بدیم، آیا شروع این به شروع اون وابسته است، آیا پایان این به پایان اون وابسته است. شاید وقتی که با یه آدم فنی صحبت کنین و ازش بخواین که روابط وابستگی رو براتون تعریف کنه، اون خوب نتونه درک کنه منظورتون یا خوب نتونه بگه. شما باید همینطور سوال بپرسی که آیا این به اون وابسته هست، چقدر زمان لازم داری واسه این کار، چه منابعی لازم داری واسه این که این فعالیت انجام بشه، آیا شروع این که انجام شد این هم میتونه شروع بشه یا وقتی که این پایان پیدا کرد این هم میتونه پایان پیدا کنه یا فقط زمانی که این پایان پیدا کرد این میتونه شروع کنه.
و همینطور سوال ازش بپرسین، یادداشت کنین، نوت برداری کنین، حتی صدا رو ضبط کنین، تا اینکه در آخر بتونین فعالیت ها رو مثل اینجا یه لیستی ایجاد بکنین و بگین که پیش نیاز های این فعالیت چی هستش. در حقیقت شما باید بتونین این مورد رو تعریف بکنین که بگین آقا پایان این فعالیت، خب اینو حالا من آن هاید کنم چون اینجا شماره رو گذاشتم واسه FS، شماره رو نذاشته بودم، آن هاید میکنم. پایان فعالیت یک میتونه منجر به شروع این فعالیت بشه، یعنی فعالیت یک اول باید پایان بپذیره و بعد این فعالیت انجام شه، و خود فعالیت یک زمانی میتونه پایان پیدا کنه که فعالیت 9 پایان پیدا کرد، FF رابطه بینشون، فینیش تو فینیش. خب اینا رو از تو جلسات ما میتونیم استخراج کنیم، یعنی نتیجه و ماحصل اون جلسات آخرش یه چنین ستونی رو به ما میده که چه فعالیتی ابتدای، به طور مثال این فعالیت هیچ پیش نیازی نداره و این جز اولین فعالیت هایی هست که ما میتونیم انجام بدیم و شروعش بکنیم. خب پس این لیست رو از جلسات ما میتونیم به دست بیاریم و این خیلی مهمه. ما حالا الان وقتی که داریم آموزش میدیم این لیست رو حاضر آماده واسهتون اینجا گذاشتیم و یه پروژه خوب خیلی ساده هست، شما به خودتون میتونین فعالیت ها رو پیش نیاز و پس نیاز هاش رو تعریف بکنین. اما وقتی میخواین یه سد بسازین یا میخواین یه سیستم مدیریت کیفیت رو اندازی کنین یا پروژه مدیریت فرآیندها رو انجام بدین، نیاز دارین که با متخصص های اون کار صحبت کنین و ببینین که چه فعالیت های ابتدا باید انجام بشه و چه فعالیت هایی به اونها وابسته است و پس از اون باید انجام بشه و روابط رو استخراج کنین. خب وقتی که این روابط رو استخراج کردین، اگر بخوایم خودمون این تجزیه تحلیل رو انجام بدیم و دستی این کار رو انجام بدیم، باید اونها رو به صورت شبکه ترسیم کنیم. شاید شما الان دوباره من تاکید میکنم بگین که خب ما که میخوایم از نرم افزار استفاده کنیم چرا باید شبکه ها رو ترسیم میکنیم؟ گفتیم که بهتره علم و دانش پشت اون نرم افزار رو اول بدونین و بعد نرم افزار رو یاد بگیرین. دانش همیشه مهمتر از نرم افزاره و ابزار هستش. شما اگر بدونین پشت اون ابزار چه کارهایی داره انجام میشه، دانش اون رو کسب کنین، میتونین راحت‌تر ابزار رو درک کنین و استفاده کنین ازش و همین که میتونین خلاقیت ایجاد کنین و کارها رو بهتر پیش ببرید، با کیفیت بالاتر و سریع‌تر پیش ببرید. خب روابط وابستگی رو ما شناسایی کردیم، حالا میخواییم ترسیم کنیم. من از یک نرم افزار به نام ویزیو استفاده کردم، شاید خیلی از شما با اون آشنا باشین، خیلی هاتون هم نشینه باشین حتی اسمش هم. واسه اینکه با این نرم افزار بخواییم آشنا بشین میتونیم به سایت ما بریم، ما یه دوره آموزشیه به نام ویزیو و مدیریت فرآیندها گذاشتیم و یه چند تا فیلم اولش رو ببینین تا حدودا بدونین که ویزیو به چه کاری میاد. ویزیو یه نرم افزار واسه ترسیم هستش و خب من به جای اینکه با دست بکشم اومدم از این نرم افزار واسه ترسیم این شکل ها استفاده کردم و کار سختی هم نیستش، راحت میتونین انجام بدین. شما اگر خواستین میتونین با از ویزیو استفاده کنین یا اینکه با دست روی کاغذ بکشین. خب ما اول میخوایم شبکه AON رو بکشیم، میام به این قسمت شبکه AON رو میارم. ما میخواییم AON رو اول بکشیم، Activity on Network. گفتیم که واسه کشیدن AON فعالیت ها روی یک باکس نوشته میشن، روی یک جعبه نوشته میشن و روابط وابستگی بین اونها از طریق کمان تعریف میشه، یعنی یک کمان نشوندنده رابطه وابستگی. خب واسه اینکه مثال اول رو ما راحت تر ببریم جلو، فرض کردیم که تو این روابط وابستگی این اول وجود نداره، اینو هاید میکنم و فقط همه فعالیت ها به صورت FS هستن، یعنی فینیش تو استارت هستن، یعنی پایان یک فعالیت منجر به شروع یک فعالیت دیگه میشه و دیگه رابطه دیگه وجود نداره و فقط از این استفاده کردم و بعد AON رو کشیدم و بعدش AOA رو کشیدم، Activity on Arrow روی کمان رو کشیدم و بعد اومدم گفتم که خیلی خوب حالا روابط فینیش تو استارت رو هم نبخشید روابط دیگر روابط وابستگی رو هم تعریف بکنیم واسه اینکه درک بهتری ایجاد بشه و اون رو هم رو شبکه AON کشیدم. نمیتونیم رو شبکه AOA بکشیم به راحتی به خاطر اینکه باید فعالیت ها رو جزتر بکنیم رو AOA اگه خواستیم بکشیم. پس اگر روابط وابستگی دیگر به جز FS تعریف شد، از AON استفاده میکنیم. حالا وقتی که زمانبندی پروژه رو با هم کار کردیم
و خواستیم شبکه ایمن رو ترسیم کنیم و AOA رو ترسیم کنیم، میبینیم که یک حالت پیشرفته تری از AOA وجود داره به نام PN و از اون برای انجام محاسبات زمانی که روابط وابستگی که متنوعی توش تعریف شده استفاده میکنیم. ولی خب در اینجا ما اول AON رو میکشیم، بعد AOA رو میکشیم و بعد حالت دوم AON رو که دیگر روابط وابستگی تون تعریف شده رو میایم میکشیم. خب واسه کشیدن AOA ما اول میایم تعریف میکنیم که یه نقطه شروع میذاریم، به یه شکل دیگه حالا دایره میذاریم، میتونیم این نقطه شروع نذاریم و ندیدن این الزامی نیستش، میتونیم اینو نذاریم و میدونیم این نقطه یه نقطه شروع هست، اینم یه نقطه شروع دیگه هستش و همزمان با هم با دو تا فعالیت میتونیم پروژمون رو شروع کنیم. ولی خب واسه اینکه شبکه مفهوم بهتری داشته باشه و بدونیم از کجا شروع میشه بهتر بتونیم تجزیه تحلیل کنیم، یه نقطه شروع و یه نقطه پایان واسه پروژه در نظر میگیرن که به صورت دایره حالا نشون میدن. خب برمیگردیم به اکسلمون، میگیم اونایی که پیش نیاز ندارن، اینو من هاید میکنم که راحت تر باشین، یکم زوم میکنم که بهتر دیده بشه، میگم یه فیلتر میکنم رو اونایی که پیش نیازی ندارن لنگ. خب میگیم که البته این پیش نیازش نوشته نشده، پیش نیاز داره آخرین تسک ما بود، آخرین مایلستون ما بودش، حالا اینجا یادمون رفته که پیش نیازش رو بنویسن. این دوتا هستن که در ابتدای پروژه میتونن شروع بشن و به هم وابستگی هم ندارن، تعیین مشاغل مورد علاقه، یادگیری حالتها و رفتارهای مصاحبه. خب یعنی چی؟ البته رفتارها و مصاحبه، ما باید بدونیم که چجوری بشینیم توی مصاحبه، چه لباسی بپوشیم و چه حرکاتی رو انجام ندیم، به خاطر اینکه دید بدی توی مصاحبه کننده ایجاد نشه و خب ما رو بپذیره و یه دید مثبت از خودمون جای بذاریم اونجا. خب اینا لزوما به هم وابسته نیستن، من میتونم جداگونه این کار رو انجام بدم. یادتون باشه اگر من اینجا تنها منبع باشم نمیتونم شاید همزمان این دوتا کار رو باید انجام بدم دیگه، ولی در زمان تعریف روابط وابستگی ما حد اکثر امکانی که وجود داره منابع رو در نظر نمیگیریم که آقا من اینجا هستم نمیتونم این دوتا کار رو همزمان با هم انجام بدم که من یه نفرم، اینو در نظر نمیگیریم و در زمانی که ما میخواییم تخصیص منابع کنیم و سپس تسطیح منابع رو انجام بدیم، یعنی در هنگام مدیریت منابع، این خودش دیگه یعنی خودمون اینجا میتونیم تعریف بکنیم که آقا اینجا یه نفر فقط داریم، این اول انجام بشه بعد این انجام بشه و به خاطر این پروژمون حالا زمانش طولانی تر ممکنه بشه. ولی در زمان تعریف وابستگی ها ما وابستگی طبیعی که وجود داره رو در نظر میگیریم و این دوتا به هم وابستگی ندارن، میتونن همزمان با هم شروع بشن. خب بعد از اینکه من شغل مورد علاقم رو تعیین کردم چی میتونه باشه، باید بگم که آقا من حالا با توجه به سابقه کاری که دارم و کارهایی که قبلا انجام دادم یا اینکه سابقه کاری ندارم، جایگاه شغلی مد نظرم رو تعریف کنم. من میخوام سرپرست باشم، میخوام مدیر عامل باشم، میخوام مدیر باشم، میخوام کارشناس باشم، کارشناس ارشد باشم، هر چیزی که هستش بر اساس تجربه و سابقه کاری و علم و دانشی که دارم میتونم تعریف کنم که آقا سطح درخواست من چقدر باشه، چقدر ببرم خواستم و بالا، یا از همون کارشناس صفر شروع کنم. پس تعیین جایگاه شغلی بعد از شغل مورد علاقه‌ام اومده، حالا بر اساس اینکه من خودم اومدم رابطه وابستگی رو تعریف کردم، گفتم وقتی که شغل مورد علاقه‌ام تعریف کردم که چی باشه، میام میگم حالا میخوام چه سطحی رو داشته باشم، و وقتی که تعریف کردم چه سطحی رو میتونم داشته باشم، گفتم که لیست تخصص‌های مورد نیاز واسه اون جایگاه شغلی و اون شغل چی میتونه باشه. ناگهان به صورت پیش‌فرض شما میدونید که این به زیر مجموعه اینم هستش دیگه، یعنی من اگر بخوام بگم، میگم آقا این پیش نیاز این یکی هم هست دیگه، لزومی نداره این پیش نیاز رو تعریف بکنین شما، چون به صورت خودکار اول این انجام میشه و چون این پیش نیاز اینم هستش دیگه، به صورت خودکار این یکی هم پیش نیاز این هست، یعنی تا این انجام نشه این هم نمیتونه انجام بشه. پس دیگه رو لزومی نداره کمان بنویسیم و کار مازاد انجام بدیم. تو تست کنکور حواستون باشه، چون میادش اگر کنکور شرکت کنین
شما باید با حداقل کمان ها بتونین روابط رو نشون بدیم، نه با حد اکثر کمان ها و کمان مازاد بکشیم. پس کمان مازاد نکشید. خب من میتونم لیست تخصص مورد نیازم رو تعریف کنم، حقوق و مزایام رو بگم چقدر باشه، یعنی من میگم آقا حداقل حقوقی که میخوام انقدر تومن باشه، انقدرم بر اساس حالا اضافه کاری و اینا اگر بگیرم و اینجور مزایایی داشته باشه اون وقت مناسب، پس اینا رو تعیین میکنم. و بعد میتونم یک چکلیستی هم واسه اینکه رزومه ای که بخوام واسه یه چنین جایگاه شغلی و چنین شغلی بفرستم هم یه چکلیست تهیه کنم، بگم چه چیزهایی نیاز هست که تو رزومه وجود داشته باشه. اگر شما میخواین کارشناس مدیریت پروژه باشین، بیشتر زومتون روی رزومتون بر روی مدیریت پروژه باشه، نه اینکه حالا شما یه مقدار مدیریت فرآیندها هم بلدین بیاین بگین آقا من مدیریت فرآیندم یه ذره بلدم. نه، شما هر چی که تو مدیریت پروژه هستش رو باید اول بیارین، بعد اگر یه مقدار خوبی هم مدیریت فرآیندها بلدید بگید آقا من این کار رو هم خوب بلدم، میتونم واسهتون تو این قسمت هم مفید باشم. خب نه اینکه هر چیزی رو دیگه حالا تو رزومتون میارین یه دفعه یه ذره مدیریت فرآیندها خوندید اونم بیارید، نه، اگر خوب بلدید و کارتون هم مربوط به مدیریت پروژه است میتونین اون رو هم بیارید، یا مدیریت استراتژیک و هر چیز دیگه. خب بعد از اینکه این سه تا فعالیت انجام شدن، اینا به هم رابطه‌ای نداشتن و میتونن همزمان انجام شن، به خاطر همین بین این و این و این کمانی وجود نداره. تو اینجا هم من یادگیری حالت های رفتار مصاحبه رو که تونستم ببینم چه لباس هایی بپوشم و حالا چه رفتارهایی داشته باشم، میتونم بعدش آماده بکنم خودم با سه سوالات عادی که تو هر مصاحبه کاری پرسیده میشه و سوالات روانشناسی که البته پرسیده میشه. خیلی وقتا اگر شما به مصاحبه رفته باشین یه سری سوالاتی میپرسن که احساس میکنید خیلی بی ربطه، ولی اونا دارن سعی میکنن عکس العمل شما رو بشناسن، به اونا میگن سوالات روانشناسی. میتونید اونا رو تو اینترنت سرچ کنید، در بیارید، خودتون رو آماده کنید واسه این جور سوالات. خب اگر توجه کنین الان اینجا به صورت FS نشون داده شده، یعنی پایان این منجر به پایانی میشه، لزوما یه چنین رابطه‌ای نداره و اینا میتونن با هم FF باشن. خب که اینجا حالا ما با هم میبینیم که FF تعریف کردیم، ولی چون من میخواستم اینجا فقط FS باشه، فینیش تو استارت باشه، منطقی ترین حالتی که پیش میومد این باشه که اول اینو انجام بدیم و بعد اینکه اینو انجام بدیم اینا رو انجام بدیم. پس میبینیم که اینجا در واقع نباید FS باشه. خب خودمون اینجا درکشو میرسیم که FS نباید باشه و درست میکنیم. خب دیگه موارد بقیه ادامهش تکراری هست و انتظار میره که شما با توجه به این توضیح بتونین خودتون این رابطه رو بکشین. ناکنین فقط یه نکته اینجا جالب هست که بهتون بگم، یک سری این کار که انجام شد، سه تا کار پس از اون میتونه شروع به انجام بشه و همزمان. خب این سه تا خروجی داره ولی اینا یه دونه ورودی دارن، درسته؟ اما این فعالیت سه تا ورودی داره، یعنی سه تا کار قبلش باید انجام بشه، پس سه تا ورودی داره اینجا. مگر بازم زوم کنم، اینجا سه تا ورودی داره و تنها یک خروجی داره و حتی یه سری کارا میتونن بیشتر از یک خروجی داشته باشن و بیشتر از یک ورودی و بیشتر از یک خروجی داشته باشن. اینجا نمونهش رو نداریم که متاسفانه هر دوتا با هم باشن که بتون نشون بدم. مثلا فرض کنین این به این هم وابسته بود، اینو بیارم اینجا، یه دونه کمان اضافه کنم. خب بذارین یه دونه کمان به این اضافه کنم، میخوام بهتون بگم که آقا ناکنین یه چنین امکانی هم وجود داره که حالا توی تو این پروژه نبودش، مثلا این به اینم وصل میشه. سه تا اینجا داریم، دو تا خروجی هم داریم، سه تا ورودی، دو تا خروجی. خواستم اینو ببینیم فقط همین. خب این از شبکه AON. پس شما به راحتی باید بتونین این AON رو با حداقل کمان ها بکشین و کشیدن یک شبکه AON خیلی راحت هستش، زیاد سخت نیست. بریم سراغ AOA. AOA یه مقدار پیچیدگی بیشتری داره واسه کشیدنش. همونطور که خاطرتون باشه، حالا من اینجا اسم فعالیت رو نیوردم و با شماره‌اش نشون دادم. مثلا این شماره ردیفو که نگاه کنیم با این آیدیا نشون دادم. با شماره WBS هم نشون دادم چون طولانی بودش.
یه مقدار زشت میکردش اونجا رو. با این شماره نشون داد، مثلا گفتم خواندن کتاب های مربوطه فعالیت شماره 3 هستش. خب اگر خاطرتون باشه یک شبکه AOA رو که میخواستیم ترسیم کنیم، ما از گره ها رویداد ها استفاده میکردیم. خب دو رویداد، رویداد شروع و رویداد پایان یک فعالیت، و فعالیت رو میومدیم روی کمان نشون میدادیم. پس این کمان نشون دهنده فعالیت 6 هست که رویداد 0 رخ میده و سپس رویداد 1، که گفتیم میتونیم اینو بنویسیم 6-0-1، یعنی فعالیتی که از رویداد 0 شروع میشه و به رویداد 1 خاتمه پیدا میکنه، و این یکی ادامه اون که پیش نیاز 6 بوده. ناکنین وقتی که رویداد 0 رخ میده فعالیت 6 شروع میکنه، دقیقا این باز میره جلو. حالا اندازه کم و نشوندن زمان نیست، ولی فرض میکنه که زمان میره جلو و اینجا پایان پیدا میکنه. پایان که پیدا کرد، همون لحظه ظرف یک چشم به هم زدن، فعالیت 7 هم شروع به کار میکنه. فعالیت 7 شروع میشه و تا رویداد 4 که رویداد پایان فعالیت 7 باشه ادامه پیدا میکنه، و ما میتونیم بگیم 7-1-4. و یادمون هستش که بر اساس روند پیشرفت پروژه، خب از این سمت به سمت چپ به راست، شماره گذاری رویدادها انجام میشه. یعنی من نمیتونم اول اینجا که 4 دارم اینجا 5 داشته باشم، حتما باید اینجا 1 داشته باشم. و اگر شما ببینید اینجا 0-1-4-5-8، این هشتی که اینجا وجود داره بر اساس روند پیشرفت پروژه بزرگتر از قبلیش هست. خب 9 که اینجا هست، بخش 6 که اینجا هستش، درست بزنید یه دونه من از اینجا پیدا کنم ببینم، مثلا 3. خب من اینجا که 3 دارم، قبلش هم 2 دارم. ببین بر اساس پیشرفت پروژه روی کمان میریم جلو. و حالا سعی کردیم که از بالا به پایین هم شماره ها رو بچینیم. یعنی اول ما رویدادها رو میذاریم، خالی میذاریم، و بعد میایم اینجا میگیم خب این 0، این 1، این 2، این 3، حالا این 4، و بعد دوباره میام بالا 5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20، 21-22، از جفت این دوتا باید بزرگتر باشه دیگه، درسته؟ 23-24-25. خب یه چیزی توی AON من یادم رفت بهتون بگم، ناکنین مایلستون رو من به صورت لوزی نشون دادم، اینو یادم رفت تعریف کنم. توی AON هم مایلستون رو من با کمان قرمز نشون دادم، میخواستم یه چیزی متفاوت باشه که بدونم، کمان نقطه چین قرمز نشون دادم. البته این استاندارد نیستش، هر چیزی که شما میتونین آبیش کنین اگر خواستین. قرمز حالا واسه کریتیکال پث متد هستش که بعداً باش آشنا میشیم، میتونیم اینو آبی کنیم. که فقط میخوام بدونیم که اینجا این یک فعالیت مایلستونه، نه چیزی بیشتر. خب همونطور که توجه کردین، من سعی کردم از ابتدای رویداد به انتهای یک رویداد کمانم رو وصل کنم، درسته؟ حتی تو اینجا که یه مقدار سخت بودش، باز هم از انتهای کمانم به ابتدای انتهای رویدادم به انت از انتهای روی دادم به ابتدای روی دادم کمان رو وصل کردم، به خاطر اینکه نشون بدم وقتی که این رویداد انتهای رویداد، یعنی رویداد پایان رخ داد در انتهای این دایره، رویداد 18 میتونه شروع بشه و از ابتداش زدم. پس نیاد اینو بگیرید همینطور به این وصل کنید وسطش. خب حتی این رویداد رو هم به قسمت دو قسمت ابتدا و انتها تقسیم بندی کنید و کمان ها رو به دقت وصل کنید وقتی که حالا دارین دست رو کاغذ میکشین یا حتی رو ویدیو میکشین. خب الان توجه کنین، تو اینجا رویداد 11 که رویداد پایان فعالیت 1 هست و رویداد شروع فعالیت 2-3-4 هست. خب وقتی که رویداد 1 تموم شد و به انتهاش وصل شد، رویداد 2 از ابتدا، اینم از ابتدا، فعالیت 2 از ابتداش، فعالیت 3 هم از ابتداش، و فعالیت 4 هم از ابتدای رویداد 11 کانکت شده و به رویداد 12 و 13 وصل شده. خب چیزی که تو AOA یادمون هست اینه که ما هر دو رویداد نشان دهنده فقط یک فعالیت، و در مواقعی ما نمیتونستیم از این استاندارد به خوبی پیروی کنیم. به طور مثال اینجا
من اگر میخواستم که بگم که فعالیت یک تموم شد و رویداد 11 رویداد پایان اون به وقوع پیوست و فعالیت 2 شروع شد و سپس رویداد 14 رخ بده، خب مجبور بودم که یعنی فعالیت 17 میتونه شروع بشه، درسته؟ الان فعالیت 2 3 و 4 اگر پایان پذیرد، فعالیت 14، حالا من اینجا وصل میکنم بهش، اینطوری میخواستم بکشمش، شما اگه بخواین عادی از همون اول بکشین اینطوری میکشیدین دیگه، درسته؟ من یه ذری اینو بگم. اینو بدم بالاتر که معلوم بشه بعد حالا درستش بود. فعالیت 2 3 و 4 به رویداد 14 کانکت کردم، خب و الان گفتم که اینم دلیت کنم، اینم دلیت کنم. خب الان گفتم که الان از لحاظ تحلیلی من شاید درست باشه بگم که آقا نها کن، فعالیت رویداد 11 رخ داد، فعالیت 2 3 و 4 باید انجام بشن و رویداد 14 وقتی که سه تا فعالیت تموم شد رویداد 14 شروع به کار بکنه و فعالیت 17 آغاز بشه. از لحاظ گفتاری درسته، ولی از لحاظ تجزیه تحلیلی ناکه این بین این دو تا سه تا کمان دیگه هیچ تفاوتی نیست، تفاوت این رویدادها دارن ایجاد میکنن اینجا. خب واسه اینکه من بتونم تفاوت رو ایجاد بکنم و حلقه اینجا ایجاد نشه، ناکه اینجا یه حلقه ای دارم من، این حلقه ایجاد نشه، من میام رویدادهایی رو اول تعریف میکنم به نام رویداد 12 و 13 که اینجا دارم و یه فعالیت مجازی، خب یه فعالیت مجازی اینجا درست میکنم، همین فعالیت رو میگیرم میذارم اینجا، خب و اینو میکنم نقطه چین، اینجا میام اینو میکنم نقطه چین و به این میگم مجازی یا دامی. خب پس یعنی یک فعالیت مجازی هستش با زمان صفر بدون هیچ گونه منبعی. پس من اینجا اگر رویداد 11 شروع بشه، فعالیت 2 شروع به کار میکنه، رویداد 12 نشاندنده پایانه فعالیت 2 هستش و وقتی که رویداد 12 رخ داد بدون گذر هیچ زمانی، چون اینجا صفر و رویداد هم یک چشم به هم زدن هستن دیگه، پس هیچ زمانی اینجا نمیگذره و رویداد 14 هم شروع میکنه به جریان، به آنلاین شدن و فعالیت 17 آغاز میشه. پس این تنها برای نشون دادن مناسب فعالیت ها روی شبکه AOA هستش و دامی ها چیز دیگه ای بیشتر از این نخواهند بود. و یاد باشه ما توی تست های کنکور و سوالات حال مدیریت پروژه که با سمون پیش میاد، اینها جزو سوالات حتمی خواهد بود که آیا اینجا ما نیاز به فعالیت مجازی داریم یا خیر، چند تا فعالیت مجازی تو این شبکه باید تعریف بشه، فعالیت های مجازی مثلا اینا رو همه کمان ها رو گذاشته کدام یکی از این موارد باید باشن. خب پس این نقطه چین ها نشوندنده فعالیت های مجازی هستش. خب این دوتا فعالیت هم که گفتم اینها فعالیت های مایلستون هستن، زمان ندارن اما یکی میاد چک میکنه اگر این فعالیت 27 انجام نشه از اینجا به بعد پروژه رو من نمیتونم برم جلو. خب اگر این فعالیت 27 رخ نده و این فعالیت 27 چیه که من مایلستون تعریفش کردم، اومدم دریافت اعلام نیازی یک سازمان. خب فرض کنید نها کنید جان تو ایوین که نوشتم اسما رو بگم، من چرا اینو مایلستون تعریف کردم؟ به خاطر اینکه رزومه رو ما فرستادیم، خب و بعدش مرور تاریخچه شرکت میاد فعالیت بعدی، ما باید یه اعلام نیازی بگیریم از سازمان، آقا پاشو بیا سازمان ما مصاحبه دیگه. پس تا این کنترل رخ داده، حالا اینجا کنترل تعریف میشه کردش یا هر چیزی، تا این مایلستون رخ نده من نمیتونم برم تاریخچه اون شرکت مد نظرم رو مطالعه کنم که واسه مصاحبه آماده بشم دیگه. پس ادامه پروژه من وابسته است به این که یه کسی یه شرکتی اعلام نیاز کنه به من. خب با شبکه‌های AOA و AON آشنا شدیم، حالا بیایم AON رو بر اساس این روابط وابستگی بیشتر بنویسیم.
خب من اینجا اومدم روابط وابستگی رو تعریف کردم که به صورت FF میتونه باشه، FS میتونه باشه. FF یعنی فینیش تو فینیش، پایان 9 منجر به پایان 1 میشه. خب SS میتونه باشه، چند تا SS دارم اینجا، یعنی S24 شروع فعالیت 24 باید منجر به شروع فعالیت 13 هم میشه. خب و میام اینجا شبکهش رو رسم میکنم. خب میام اینجا از بالا شروع میکنیم، تعیین شغل مورد علاقه. وقتی این تموم بشه من میتونم جایگاه شغلی مد نظرم رو تعریف کنم، درسته؟ مثلا من تا الان 10 سال سابقه کاری توی مدیریت پروژه داشتم. خب حالا میخوام شغل رو عوض کنم برم تو مدیریت فرآیندها کار کنم، دوست دارم اصلا دیگه تو مدیریت فرآیندها کار کنم. من سابقه کاری تو مدیریت فرآیندها ندارم، پس باید برم یه جوری کارشناسی شروع کنم. حالا به خاطر 10 سال سابقه کارم میگن کارشناس ارشد باش، اگر خوب علمش هم کسب کرده باشی میتونی کارشناس ارشد باشی، اما سابقه کاری توی مدیریت فرآیندها شما ندارید، پس کارشناس خودتون رو تعریف کنید. پس لازمه که اول شغل مورد علاقتون رو تعریف کنی، بعد که تعریف شد بیاین جایگاه شغلتون رو تعریف کنید. اما به صورت همزمان وقتی که شغلتون رو تعریف کردین، حقوق و مزایاتون هم میتونین تعریف کنین، ولی وقتی حقوق و مزایاتون و جایگاه شغلیتون باید با هم یه جوری تموم بشه که بگیم آها خواسته من چیه، خواسته من این شغل با این جایگاه با این حقوق و مزایا هستش. پس این FF با هم تعریف شده اینجا، اگر بیارم میبینی که از انتهای این به انتهای این وصل شده. خب وقتی که جایگاه شغلیتون رو تعریف کردین میتونین تخصصهای مورد نیازتون رو تعریف کنین، پس فینیش این منجر به استارت این میشه. اما وقتی که فینیش پیدا کردین، جایگاه شغلی مد نظر، میتونیم بگی آقا من این تخصص ها رو لازم دارم و وقتی که میخوام کار پیدا کنم این مدارکم هم لازم دارم. حالا شاید یه دونه از این تخصص ها مدرک نداشته باشه یا نیازی نباشه، ولی یه سری ها مدرک نیاز دارن. بخاطر این زمان با هم وقتی که این استارت شد میتونم اینم استارت کنم. وقتی که این تموم شد، مدارکم تموم شد، میدونیم که این میتونه مثلا اگر زمان باشه تا اینجا هم گسترش پیدا کنه، چون من همین طور خلاهامو دارم میشناسم، تخصص هام هم شاید بعدها تو طی زمان بیشتر شناسایی بشه و همینطور بره جلو و بتونیم بگیم که من باز هم تخصصهای بیشتری لازم دارم، باز هم تخصصهای بیشتری لازم دارم. خب میام اینجا، اینا دیگه همه روابط FS بوده که تا اینجا اومدین، به غیر از این یکی که به صورت FF هستش. ناکن پایان اینجا، خب پایان رفتن به کلاس های آموزشی با پایان آمادگی به پاسخ به سوالات تخصصی FF هستش. چرا من این ستاره FF کردم؟ به خاطر اینکه اومدم گفتم که آقا اینا خب کلن یک کار زمانبری هستش که داره انجام میشه و من کلاسی رو تموم کرده باشم، یه قسمت از این آمادگی خودم به سوالات تخصصی رو اتمام کردم، یه کتاب که خونده باشم، یه قسمت دیگه یه جوری از آمادگی به پاسخهای سوال تخصصی ما آماده کردم و وقتی که من تمام فیلم ها و کلاس ها و کتاب های مربوطه رو انجام داده باشم، آمادگی به پاسخ به سوالات تخصصی هم حالا آخرش با یه لگی میتونم تعریف کنم، میام یه جنبندی کامل میکنم، میام اوکی الان من به یه جورایی مثل اینکه یک کتاب تست میگیرم و تستا رو میزنم و حالا دیگه تستا رو زدم آماده پاسخی و سوالات تخصصی هستم. انگار اینکه از خودم یه آزمون میگیرم و یه اندازه یه آزمون گرفتن طول میکشه و در حقیقت ما اینجا داریم آمادگی رو کسب میکنیم، یه آزمون از خودم میگیرم که آیا آماده هستیم یا نه و FF اینا با هم دیگه تموم میشه. حالا بعد لگ ها رو میشناسیم که من میگم آقا این FF به اضافه مثلا 2 روز زمانه که وقتی من آمادگی و کلاس ها رو اینا رو تموم کردم از خودم توی 2 روز امتحان میگیرم، تخصصم رو امتحان میکنم و آماده میکنم خودم رو واسه پاسخگویی به سوالات تخصصی حالا اون رشته کاری که در نظر گرفتم. خب این هم که مایلستون من هستش. مایلستون رو اینجا با یه شکل دیگه و با یه رنگ دیگه نشون دادیم، اینجا هم با یه رنگ دیگه نشون داده بودیم، اینجا هم با یه شکل و رنگ دیگه. اینجا حالا رنگش رو من دوباره درست میکنم، یادم رفته بود. خب و مایلستون ها نشان داده امکان ادامه پیشرفت. اگر توجه کنیم مایلستون آخر رو من گذاشتم اینجا و بعد پایان رو تعریف کردم. خب یعنی که
در آخر من بالاخره باید برم یه سازمانی پذیرش بشم دیگه. تا پذیرش نشم اون پروژه من که تموم نشده، و انقدر میرم به مصاحبه، یعنی اگر این پذیرش نشد من باید انقدر این فعالیت های خودم رو انجام بدم تا اینکه به نقطه بهبود برسم. فرض مثال اگر دارین یه ساختمون میسازین خب، و میایم کوالیتی کنترل میکنیم، کیفیت مثلا ستون ها رو میسنجیم، بعد میایم میبینیم آقا این ستونی که گذاشته اصلا کجه، به درد نمیخوره، میریزم کلا دوباره باید بسازمش، درسته کارم رو دوباره باید انجام بدم خب، اما بالاخره به یه تعداد محدودی تا اینکه اون پذیرش انجام بشه، و وقتی که این پذیرش انجام شد پروژه من تموم میشه. و خب اینجا الان روابط وابستگی به صورت FF و SS رو دیدیم و FS رو دیدیم. یه چیز دیگه بود که SF بودش تا اونجا که یادمه، حالا اون کمتر پیش میومد تو این پروژه‌مون هم ندیدیم. بعدن که گفتم رو لک ها آشنا شدیم، مثلا ما میتونیم همه روابط وابستگی رو به SS تبدیل کنیم بر اساس ریاضیات و حالا ترس نمیدونم. بخاطر همین زیاد خودتون درگیر مثلا دیگه SF اینا نکنید. مهمترین قسمت اینه که شما FS و SS و FF رو بشناسید، یعنی شروع یک پروژه با هم، یه فعالیت با هم بتونه انجام بشه، پایان و پایان دو فعالیت با هم بتونه انجام بشه، پایان یک فعالیت شروع یک فعالیت دیگه بشه. این سه تا از همه مهمتر هستن که ما تعریف میکنیم. خب این از طریقه ترسیم نمودارها. چیزی که شما باید انجام بدین اینه که این فایل اکسل رو بگیرین، نمودار رو خودتون، حالا اگه نخواستین از ویزیو استفاده کنین، روی کاغذ بکشین. مطمئن باشین که انقدر درگیری داره و به این راحتی نیست که داشتیم صحبت میکردیم، و وقتی که تونستین روی کاغذ بکشیم و با این مطابقت بدین که شبیه این شد، شبیه این سه تا نمودار شد، اون وقت میتونیم قبول کنیم که شما الان ترسیم نمودارها رو یاد گرفتیم. پس این کار رو انجام بدیم. توی جلسه بعدی ما پروژه خودمون رو که از ابتدای این درس آوردیم جلو، پروژه انجام تحقیقات بودش، انجام یک تحقیق پژوهشی، این رو میایم روابط وابستگیش رو تعریف میکنیم و وارد نرم افزار MS Project میکنیم که ببینیم چجوری میتونیم روابط وابستگی رو توی این نرم افزار تعریف کنیم، و میبینیم که این نمودار AON رو، حالا کامل ترش رو اتفاقا با جزئیات بیشتر، نمودار AON خود MSP به صورت خودکار برای ما میکشه و در اختیار ما قرار میده. پس نرم افزار خیلی کار ما رو راحت کنه، اما شما واسه که درک کنین و دانش ترسیم شبکه ها رو به دست بیارین، خودتون حتما روی کاغذ این کار رو انجام بدین. ممنونم از توجهی که کردین، امیدوارم موفق و پیروز باشین. خدا نگهدار.